درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان خاصه هم میهنان خوب و مهربان و عزیز در مام میهن ایران زمین بردامه های خبری تحلیلی ایران فردا رو دنبال میکنیم با برگ دیگری از دفتر شمگاهی صفحه یک در برنامه امشب میخوانیم و میکابیم با آخرین خبرها و نظرها از حوزه های مختلف در عرصه ایران منطقه و جهان نخست به روال معمول همه شبها در طول هفته نگاهی کوتاه هم داشت بر سرفصل اهم عناوین مطالب منتخب در برنامه امشب چهارشنبه هواشی ورزشی و همه حاشیه های پیش آمده میان بازی فوتبال ایران و سوریه یکی از مهمترین مطالب اصلی بسیاری از رسانه های چاپی تهران همینطور شبکه های اجتماعی و دیگر شبکه های رسانه ای بود در ادامه مروری بر عناوین مطالب میخوانیم بازگشت موضوع حصر و تدبیر تازه برای رفع حصر رهبران محصول جنبش سبز به صدر تحلیل ها، و رسانه ها بروز بحران در کردستان ایران با تعطیلی دست جمعی بازاریان این استان ستمدیده ایرانی در پی کشته شدن دو کولبر توسط هنگ مرزی جمهوری اسلامی موجی از واکنش ها و کنش ها از زمزمه های بهبود احتمالی روابط ریاض با تهران نجفی شهردار تهران و انعکاس وسیع حضور این مدیر شهری پایتخت در جلسات هیئت دولت در عرصه منطقه‌ای اعلام رسمی شکست کامل محاصره دیر سوریه از چنگال داعشیون توسط ارتش سوریه کماکان موج محکومیت‌ها علیه جنایت صورت گرفته میانمار علیه مسلمین آوار این کشور و بالاخره تنش‌های ترامپی از سویه ناهمسو این بار تنش برای عدم حمایت از کودکان بی‌مدرک مهاجر در این سرزمین سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 15 شهریور ماه ایرانی برابر با 6 سپتامبر 2017 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با هم مرور می‌کنیم در آغاز برنامه امشب در واقع برنامه رو با مهمترین رویداد مطروحه در رسانه های جمعی ایران آغاز می که هواشی ورزشی پیش آمده در بازی فوتبال ایران و سوریه مهمترین مطلب و رویداد بوده که بر صدر بسیاری از صفحات و ستونهای رسانه ها نیز جای گرفت لازم به توضیح است که اشاره کنم از چند روز قبل برخی از رسانه ها مدعی شده بودند که حسب یک فرمان حکومتی نانوشته جمهوری اسلامی چه بسا در فوتبال پیش روی نیز به گونه تدبیر کند که نتیجه رو به نفع حضور سوری ها در جام جهانی تغییر دهد و دو گل مساوی پیش آمده بران بدگمانی های پیشینی تا حدودی مهر تایید پسینی زد که نظر به اظهارات گاه و بیگاه برخی از مقامات مسئول امنیتی نظامی همچون آقایان زنورها و تائبها که روزی سریحا و رسما خوزستان ایران رو کم اهمیت تر از سوریه میخواندند و امتیازات همه جانبه ای برای بقای رژیم بشار اسد نیز اهدا کرده بودند این نمونه اخیر یعنی تدبیر برای تغییر نتیجه به منظور راهیابی تیم سوریه به جام جهانی نیز واکنشی باورپذیر از سوی افکار عمومی ایرانیان بود با این مقدمه کوتاه همینک باز میگردن به صفحات روزنامه ها که با خانش های مختلف به رویدادهای های مرتبط پرداختن همون گونه که گفتم مهمترین رویداد مرتبط استاندارد دوگانه و سیاست های تبعیزامیز آشکار جمهوری اسلامی بوده که در حرکتی حیرت آور و آزاردهنده در زمین ایرانیان به زنان سوری اجازه ورود به ورزشگاه رو داد و در بیشرمی آشکار از ورود زنان ایرانی خودداری کرد موضوعی که بیشترین بازتاب های انتقادی رو در رسانه های امروز به خود اختصاص داده بود در میان روزنامه یه وقعی اتفاقی در تیتری تعن زنانه از این رفتار ضد زن جمهوری اسلامی در گزارش اصلی خود با عنوان زنان سوری بازی را بردند به نقش سالبه تصمیم سازان جمهوری اسلامی در ممانعت از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه اشاره می کرد و تعنه می زد. اما روزنامه شرق در گزارش اصلی خود با عنوان جای خالی زنان ایرانی در آزادی به واکنش های برخی از نمایندگان زن مجلس و همینطور خبرنگاران رسانه های جمعی در ایران پرداخته بود از جمله گزارش شرق به نقل از خانم پروانه سلحشوری که گوی یا بلیت ویژه ورود به ورزشگاه را داشت مدعی شد که این نماینده گفت بلیت را بدون همراهی زنان نمیخواهم بر اساس این گزارش خانم سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس از صدور مجوز حضور برخی نمایندگان زن در ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و سوریه انتقاد کرد و گفت که تا وقتی امکان حضور آزادانه ی همه زنان در ورزشگاه ها نیست مخالف این گونه حضورهای گزینشی زنان است خانم سلحشوری گفت که برای خود او هم مجوز حضور در ورزشگاه صادر شده اما به نشان اعتراض استادیوم آزادی نمی رود در همین حال خانم طیب سیاوشی نماینده مجلس دهم شورای اسلامی رئیس کمیته زنان جوانان و ورزش و عضو فراکسیون امید گفت که در پی موافقت با تقاضای حضورش و دو زن دیگر عضو همین کمیته در ورزشگاه برای تماشای دیدار ایران و سوریه به استادیوم آزادی می رود اما متاسف است که نمی تواند این دیدار رو در کنار دخترانش تماشا کند خانم سیاوشی در یک ویدئوی ضبط شده گفت که تاسف بزرگترش برای مردم ایران است که مایلند در کنار همسران و مادرانشان این دیدارها رو تماشا کنند اما نمی توانند ادامه میدهم با سایر مطالب منتخب روزنامه همدلی تمام نیم سفر رو به همین موضوع اختصاص داده بود خانم آثار کیانی در گزارش اصلی روزنامه میان روی همدلی از جمله اشاره کرد که در حالی که زنان سوری با هجابی مشابه زنان ایرانی و بچه بغل خود رو, رو روی سندلی ها جا به جا می کنند زنهای ایرانی هم چشمهای خود رو تنگ و گوشهایشان را تیز می کنن تا از لای نرده ها صدای تشویق مردانه ای رو بشنوند که در کشورشان رساترین صدا هاست صدای زنها به جایی نمی رسد نویسنده گزارش با اظهار شگفتی از چنین تبعیض بیپایی و آشکاری می نوشت اینجا ایران است و دو تیم از دو کشور مسلمان با زنها و دخترهای باهجاب دارد منتها یکی جایش پشت دیوارهای سیمانی منتهی به راه راه نرده هاست و آن دیگری خیلی وقت است تو رفته و خیلی عادی با مردها اختلاط هم می کند. گزارش روزنامه همدلی با ابهام به مسئولین تصمیم ساز که هنوز مشخص نشده دقیقا چه کسانی هستند انتقاد داشت و نوشته بود که کسی هنوز نمیداند که اگر زنان ایرانی موفق شوند بروند تو قرار است چه کار ناشایستی انجام دهند که اینقدر ورزشگاه نرفتنشان تو بوغ و داخلی و خارجی شده تا جایی که کار به تهدید ایران از سوی فدراسیون های بین المللی برای محرومیت هم کشیده شد اما موزه روزنامه ایران تریبون دولت جمهوری اسلامی که تا حدودی موضع مشابه با سایر روزنامه های همسوب و طیف دولتیان و تحول خواهان داشت که آن هم جالب و خوانده نیست از آزردگی بازی کنان می نوشت و از هاشیه عدم اج ورود اجازه ورود به زنان برای ورود به ورزشگاه ایران رو برجسته کرده بود روزنامه ایران در گزارش اصلی به عنوان سعود بدون جشن از جمله اشاره کرد که در پایان بازی گوینده بازیکنان تیم ملی رو یکی یکی صدا می کرد اما آنها در تصمیم جمعی و با ناراحتی راهی رخت کن شدن جشن سعود نیز نیمه تمام ماند و هواداران ورزشگاه رو ترک کردند. در حالی که ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه آزادی ممنوع اعلام شد هواداران سوری به صورت خانوادگی و با همراه همسر و فرزندان خود در ورزشگاه آزادی حاضر شده بودند بنابر گزارش روزنامه ایران تعدادی از بانوان ایرانی که در روز نخست بلیت فروشی اینترنتی توانسته بودند بلیت تهیه کنند به نشانه اعتراض به ممنوعیت حضورشان در ورزشگاه آزادی پشت درهای مجموعه ورزشی حضور یافتند همچنین آقای پیمان یوسفی در برنامه فوتبال برتر که به پخش مستقیم بازی اختصاص داشت پیش از آغاز بازی آرزو کرد که بانوان هم بتوانند در استادیوم حضور داشته باشند و گفت جای بانوان در استادیوم آزادی خالی است که چنین اظهار موذی از سوی خبرنگار رسمی صدا و سیما خب به هر روی خودش در نوع خود تا حدی تازه بود و میتواند تبعاتی برایشان داشته باشه و اما روزنامه اصلاح طلب بهار در گزارشی با عنوان پارادوکس ایرانی میزبان پشت در مهمان درون ورزشگاه از واژه پارادوکس که نشان از تضاد و تناقض رفتاری یک جامعه دارد استفاده کرده بود که مسئولین تصمیم ساز جمهوری اسلامی در پارادوکس آشکار و در تبعیزی تناقض در خاک کشور خود امری رو برای باشندگان میهن ممنوع می کنند و برای بیگانگان مباه می شمارند. مجموعه مطالب حول این موضوع یعنی بحث زنان و ورزشگاه بسیار گسترده بود که ناگزیر به گذری از آن هستم چرا که مطلب مطالب منتخب دیگری نیز در دست و روی میز خبر هست که به هر روی از بار خبری و نظری خاص خود برخوردار هست هرچند تا فرصت هست به گزارش آفتاب یزد در همین خصوص اشاره کنم که با عنوان تصاوی دور از انتظار به نحوی میکوشید تا بر وجه سیاسی موضوع انگشت تأکید بگذارد و برجسته کند گزارش آفتاب یزد با ایما و اشاره های آشکار و نهان صریحا به اصل این نتیجه تساوی نیز تشکیک میکرد از جمله این روزنامه با اشاره به جف سازی ها و حاشیه سازی های سیاسی بازی میان ایران و سوریه یادآور شده بود که شایعه تبانی دو تیم به نفع سوریه پیشتر قوت گرفته بود و حتی برخی مدعی بودند ایران به پیروزی همپیمان نظامی خود چراغ سبز نشان می دهد. شاید چنین بود که ملی پوشان ایرانی در یک رقابت نچندان جذاب پرونده رقابت های انتخاباتی جام جهانی رو با نتیجه مساوی بستند. روزنامه آفتابی از با اظهار شگفتی می نوشت که ایران که در سئول به کره جنوبی نواخته بود در ورزشگاه آزادی در برابر سوریه به تصاوی دو بردو رضایت داد تا رقیب ایران به خاطر سوم شدن در گروه شانس حضور در جام جهانی رو بالاتر از ازبکستان به دست آورد که رسما به اصل نتیجه تشکیل میکرد و آن رو ناشی از یک تبانی دانست خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم از ورزشگاه آزادی تهران و تبعیض علنی نظام جمهوری اسلامی علیه پیکره از جمعیت کشورمان یعنی بانوان ایرانی عبور میکنیم و به مرزهای کردستان ایران می رویم که آنجا کولبران کرد میهن زیر بار گران زندگی نیز جان می دهند. کولبرانی که هدف کور هنگ مرزی می شوند و چند روزی است بازاریان کردستان در اعتراض به این تبعیض اقتصادی خودانگیخته به خیابان ریخته و درب و دکان کاسبیشان را نیز بستند. در این میان روزنامه جهان صنعت در گزارش اصلی شماره امروز خود با عنوان پس لرزه های کشته شدن کولبران به این اعتراض و اعتصاب بازاریان کردستان پوشش خبری گسترده داد و هر روی موضعی که می ابعاد امنی... امنیتی بیابد و حتی منجر به تعطیلی این روزنامه هم بشود علاوه حال جهان صنعت گزارش اصلی خود رو با عکسی از تظاهرات مردم بانه منتشر کرد همان گونه که می خانم تلایی خبرنگار این روزنامه از جمله نوشته بود که بانه سردشت مریوان و سقز دیروز صحنه هایی در اعتراض به کشته شدن دو کولبر به وسیله نیروهای مرزبانی بود این گزارش میافزود از بانه خبر میرسد که فضای این شهر از یک شنبه گذشته یعنی روز کشته شدن کولبران خیلی متشنجتر و اعتراضها نیز بیشتر شده شیشه ها و درهای ساختمان فرمانداری به وسیله تظاهرکنندگان کنندگان شکسته شده و مردم به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرتاب می کنند معموران هم با گاز اشکاور و تیراندازی هوایی به آنها پاسخ می دهند همچنین معموران به داخل فرمانداری رفتند و تظاهرکنندگانی کنندگانی که به داخل ساختمان فرمانداری نفوذ کرده بودند رو بیرون کشیدند تظاهرکنندگان کنندگان با سر دادن شعارهایی تاکید می کردند که تا زمانی که فرماندار از نشود به این وضعیت ادامه خواهند داد همچنین در همین زمینه و مضمون سرمقاله روزنامه جهان صنعت به وضعیت رنجبار پیکره ای از جمعیت ایرانی تحت عنوان کولبران در استانهای مرزی اختصاص داشت و در واقع به واکاوی سیستم سازمان یافته فساد و قاچاق می که چگونه فربه می شوند و کولبران چگونه جان می دهند. آقای شعبان فروتن که خود رئیس اتاق بازرگانی ایلام هست در این نوشتار روزنامه جهان صنعت اشاره کرد که در حالی که باندهای بزرگ قاچاق همچنان به راحتی به کار خود ادامه می دهند و هیچ کس به طور جدی برای مقابله با فعالیت آنها وارد عمل نمی شود شاهد کشته شدن کولبران زحمت کشی هستیم که به سختی برای تأمین هزینه های معمول زندگی خود تلاش می کنند. نویسنده ی روزنامه جهان صنعت در ادامه این تحلیل نگاشت با ذکر مشخصات کولبران و جامعه کار کولبری معتقد بود که کولبری یکی از مشاغل کاذب سخت و دشوار به حساب می آید که سالهاست به دلیل نبود کار در مناطق مرزی حتی کودکان را نیز به سمت و سوی خود کشانده است کولبر قاچاقچی نیست و تنها به علت نبود صنعت و شغل مناسب و همچنین برای امرار معاش ناچار می شود کالاها و محصولات قاچاق رو از مناطق سعب العبور مرزی جابجا کند به زمین نویسنده این جابجایی حتی بیشتر اوقات به قیمت جان کولبران نیز تمام می شود در حالی که مسئولان مدعی ساماندهی و سازماندهی وضعیت کولبران هستند که اشاره داشت به اظهارات آقای خامنه که گفته بود حتی کولبری هم بار جابجا کرد به او کاری نداشته باشید بنابر نوشتار روزنامه جهان صنعت کولبران به دلایل نامشخصی کشته میشوند و حتی آنها را متهم به کار قاچاق می کنند در حالی که به نظر می رسد دست دولت مردان به باندهای بزرگ قاچاق نمی رسد یا اینکه ابزار مقابله با آنها رو ندارند از همین رو هر وقت صحبت از مقابله با قاچاقچیان به میان می آید جلوی ارتزاق کولبران گرفته می شود یا اینکه نظارت و بازرسی به مغازه های فروشنده خرد کالاها محدود می شود در حالی که مشکل از جای دیگری است ادامه میده هم با دیگر مطالب منتخب در برنامه امشب همه این در حالی است که روزنامه صبح نو از روزنامه های نزدیک به کمپ اصولگرایان و هوادار باقر قالیباف در سرمقاله خود با عنوان بانه بهانه نشود به نحوی از آنها تلاش داشت که به روزنامه های منتقلی چون جهان صنعت پاسخ دهد این روزا نوشت حادثه کشته شدن دو نفر در نقطه مرزی شهر بانه که از آنها به عنوان کولبر یاد می شود احتیاج به مراقبت های امنیتی و رسانه‌ای بیشتر دارد این روزنامه برای نمونه اشاره کرده بود که در حادثه اخیر رسانه های بیگانه از جمله برخی شبکه های تلویزیونی کردستان عراق نیز این موضوع رو همراهی کردند که از این جهت باید به وزارت امور خارجه اختار جدی به این سو استفاده ها و تحریک افکار عمومی بدهد یعنی از وزارت خارجه خواست که برای این موضوع به حوزه کردستان عراق و رسانه های آنها تذکر بدهد از کردستان ایران به کردستان عراق می رویم و نگاهی می به آخرین تحولات اقلیم کردستان از منظر روزنامه‌نگاران ایرانی پیامدهای های همه پرسی کردستان عراق عنوان یاد داشته اصلی روزنامه آرمان بود که به قلم علی خرم منتشر شد نویسنده آرمان با انتقاد تند از منش و کردار کردهای همسایه آنها رو به فرصت طلبی از وضعیت سخت عراق متهم کرد و نوشت که در ظرف چهارده سال گذشته که حکومت مرکزی عراق سرگرم احیای ساختارهای خود بوده و تروریزم بی امان به جان ملت عراق افتاده و حکومت مجبور به مقابله با آن بوده کردها از موقعیت سوء استفاده کردند تحلیلگر آرمان اشاره کرده بود که شیعیان و عرب های سنی به همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق واکنش منفی دارند و آن رو خیانت کردها در این مقطع تاریخی به مردم عراق تلقی می کنند. از منظر ستون نویس روزنامه آرمان اولین اثر همه پرسی فرصت طلبانه کردها آنجا هویدا می شود که چگونه شکل گیری تنفر و به دنبال آن جنگ و درگیری بین کردها و اعراب عراق شروع می شود و شاید به سوریه نیز کشیده شود نویسنده نوشت که این شرایط برای ایران و ترکیه به مراتب جدید تر بوده و هر گونه تردید از سوی این دولت ها برای دفاع از تمامیت ارزی از سوی ملت هایشان و افکار عمومی به عنوان کوتاهی در وظایف تلقی می شود نویسنده ی روزنامه آرمان در بخشی از این نوشتار عملا به اکثر کوردها هشدار میداد که کردهای عراق، ترکیه، سوریه و ایران نباید انتظار داشته باشند این قبیل دولت‌ها در قبال همه پرسی فرصت طلبانه اقلیم کردستان عراق برایشان فرش قرمز پهن کنند بلکه باید بدانند وضعیت حاضر نمیتواند ملاک قضاوت کردها برای تشکیل یک دولت کردی قرار گیرد و آینده آبستن حوادثی خونبار خواهد بود که قربانیان ملت های چهار کشور و بیش از همه خود کردها خواهند بود که با لحنی تمام هشداری به کردها یا به تعبیری هشدار میداد. خبرها و نظرها رو با موضوعاتی از حوزه دیپلماسی منطقه‌ای دنبال می‌کنیم که ریاض و نشانه آشکار و بعضن ضد و نقیز بهبود روابط میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان بر صدر صفحات برخی از روزنامه‌ها جای گرفت همینطور در ستون تحلیلی بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه ابتکار در گزارش اصلی خود به عنوان زمزمه آب شدن یخ روابط تهران و ریاض به ادعاهای برخی رسانه‌های فرامنطقه‌ای حامی و همسو با جمهوری اسلامی اشاره داشت که پیشتر مدعی شده بودند ریاض در درخیز تازه‌ای برای بهبود روابط با ایران میکوشد. و یا روزنامه وقایع اتفاقی که از فاز جدید با سعودی ها نوشته بود اما در این راستا بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر شده وزیر خارجه عربستان در واکنشی تن نسبت به موازه دوگانه مسئولین جمهوری اسلامی که هم مشتاق بهبودی روابطند و هم به طور نرم و نهان منت و رقیب و حریف روا میدارند گفت که مذاکره برای برقراری رابطه احتمالی با ایران و عربستان است به گزارش خبرگذاری رویترز عادل الجبیر به خبرنگاران در لندن گفت که ایران برای داشتن رابطه حسنه با کشورش باید سیاستهای خود را تغییر دهد به گفته ایشان اگر ایران خواهان روابط حسنه با عربستان سعودی است باید سیاستهایش را تغییر دهد این کشور باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و در حال حاضر ما شاهد این نیستیم که آنها بخواهند همسایه خوبی باشند ایشان افزود که تبادل هیئت دیپلماتیک با ایران بر سر ترتیبات مربوط به حج به معنای عادی سازی روابط دو کشور نیست و چون این تماس ربطی به سیاست ندارد الجبر اظهار داشت ما موسم حج را داشتیم و وقتی که مراسم حج برگزار می شود بنا نداریم تا آن را سیاسی کنیم اما این به معنای عادی سازی نیست لازم به توضیح که اشاره نمایم پیشتر نماینده آیت الله خامنه ای در مورد حج و زیارت از حسن رفتار مقامات و مسئولین عربستان اظهار رضایت کرده بود و گفت که همین حسن رفتار خود می تواند الگویی برای ادامه گفتگوها در سایر حوزه ها باشد همچنین پیشتر خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در گفتگوی سراسری که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت بهبود روابط با عربستان رو به نظر زائران ایرانی و میزان رضایت زائران حج منوط کرده بود که عملا این رضایت از سوی زائران ایرانی نیز گویا به دفعات بیان شد اظهار شد و اعلام شد حال باید دید که در دنیای پرستیز و گریز سیاست نقش از حج برگشتگان در بهبود روابط این دو کشور همسایه مسلمان چه خواهد بود گوی و وقت به انتها می رسد اما در وقت باقی مانده با تک تصویر و عکسی برنامه امشب رو پی می گیرم شاید به تناسب زمان به پایان بردیم که یادآور رشادت ها و شهامت های همه ایرانیان از آذری و مازنی در دفاع از میهن عزیزمان ایران در جنگ هشت ساله با عراق بود عکسی از رزمنده ای جان برکف که به تازگی جنازه اش به دیار آذربایجان تبریز باز آمد در میان روزنامه روزان همان گونه که میبینید در گزارش اصلی خود با انتشار تصویر این رزمنده ای ایرانی با نام حسن جنگجو با عنوان بازگشت از شیار 143 به تحویل پیکر این جان باخته جنگ هشت ساله ای ایران و عراق اشاره داشت که به از وی با نام فهمیده آذربایجان یاد می شود که اشاره دارد به حسین فهمیده دیگر بسیجی 13 ساله ای که خود رو زیر تانک انداخته بود تا هم رزمانش کشته نشوند همچنین روزنامه خراسان با انتشار تصویر این مدافع میهن از خطه آذربایجان از این عکس با نام عکس جاودانه یاد میکرد که پیکر آن جان باخته راه میهن پس از 34 سال به وطن بازگشت لازم به توضیح که اشاره کنم که این عکس تاریخی رو آقای آلفرد یعقوب زاده عکاس ارمنی آسوری ایرانی که خود از پدری ارمنی و از مادری آسوری است گرفته شد حسن جنگجو به هنگام این عکس که اوایل جنگ ثبت شد تنها 13 سال داشت و سه سال بعد در جریان عملیات خیبر مفقود الاثر شد و البته اگر زنده میماند الان مردی پنجه ساله بود یاد و نام همه جان کفان میهن و ایران دوستان راستین گرامی باد و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا آسمان آبی بامداد روشن بدرود